سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. با یک مسابقه پخش مستقیم دیگه در خدمتتون هستیم. میخواییم با آقای حمید کلهر صحبت کنیم در مورد ریمپ کردن. ایشون یکی از معروفترین تیونینگ کارهای خودرو هستن که مشکل اینترنت نداشته باشیم و راحت بهشون وصل بشیم. منتظریم تا ایشون به ما وصل بشن و سلام علیکم. سلام، خوبین؟ احوال شما خوبی؟ شما قربان شما، ممنون، متشکرم. سلام، امیدوارم که مشکل اینترنت نداشته باشیم. ما با انشاءالله. آقای کلهر تقریبا یک ساعت قبل هم یک پخش مستقیم رفتیم، ولی به خاطر اینکه با مشکل اینترنت روبرو بودیم، سرعتمون کلا خوب نبود و کیفیت صدامون هم خیلی بد بود و خیلی ها گفتن که دوباره اینو تکرار کنیم و ما مجبور شدیم که اون پخش مستقیم رو از IJTV برداریم و دوباره تکرارش کنیم. امیدوارم که این دفعه اینترنت یاری کنه. انشالله که یاری بکنه. منم باز میخوام از مشکل قربونه. یه اتفاق دیگه هم که افتاد، اون موقع حمید جان هنسفری نداشتن و صدا زیاد خوب نبود. الان امیدوارم صدا خوب باشه. کسایی که صدا رو میشنون الان اگه صدا خوبه ما شروع کنیم، یه تأییدی بکنن که دقیقاً. آره، مثلا من یکم صحبت کنم ببینم صدا اوکی هست. اگه اوکی هست بچه‌ها بگن که ادامه بدیم. الان منتظرم. خب در مورد XU7 بله ازشون میپرسم، تا در پخش مستقیم قبلی ازشون پرسیدیم، قشنگ توضیح دادن. امیدوارم که این دفعه صدا یاری کنه، اینترنت هم یاری کنه که بحث خوبی که داشتیم دوباره خراب نشه. به مثل امید اینکه خدا. دوستان میگن صدا خوبه. خیر، من با اجازه دوستان کامنت ها رو میبندم و آخر مصاحبه من کامنت ها رو باز میکنم تا هر کی سوال داشت از چیم بپرسه. حتی تعداد سوال دفعه قبل انقدر زیاد بود که ما خیلی از سوال اصلا نمیتونستیم ببینیم اینجا، این فقط سری میرفت، ولی با سعی میکنیم که تا جایی که میتونیم جواب بدیم. با اجازه دوستان من کامنت ها رو میبندم. خب همینجا یکم در مورد خودت بگو و اینکه از که کار مکانیکی خودرو شروع کردی، در زمینه تیونینگ که کار کردی و چی شد که وارد عرصه ریمپینگ شدی؟ بله، عرضم به خدمت شما که من سال 88 که به قول معروف درسم تموم شد، به صورت حرفه‌ای وارد کارگاه شدم و با داداش اینا مشغول به کار شدیم. و خب چون نمایندگی ایسیو هلتک رو ما داشتیم و این ایسیو کلن استندالون هست و همه چیزش اجاستبله، این یکم برای راه اندازی و به قول معروف تیون کردنش به سری اطلاعات پایه‌ای که خب داشتیم و با همون داشت کار انجام میشد، کار صورت میگرفت، کارو بردیم جلو تا به جایی رسیدش که سال 2015 این شرکت سریای جدیدش رو وارد بازار کرد، سریای الیتش رو. و چون نرم افزار یکم تغییر کرده بود و از لحاظ سخت افزاری خیلی ارتقا پیدا کرده بود، خود کمپانی پیشنهاد داد که برای سمینار بریم و دوره رو ببینیم، که خب ما هم خب قسمت شد رفتیم دوره رو دیدیم و چقدر خوب بود که اون دوره رو گذروندیم و کلی نکات مثبت تو زمینه مپینگ در اختیار ما قرار دادن که اصلا کلا اساس و پایه موتور به چه صورت هست، چه شکلی باید مپ بشه، به چه معیارهایی باید خیلی توجه و حساس بود، که خب به همه اونا ما دست پیدا کردیم. عالی. همین جان، فقط چون صورتت یه کمی تاریکه، فکر کنم منبع نوری قشنگ پشتته. حالا مشکل اینترنت همه چی حل شده، فقط مشکل نور رو داریم. یه جا حالا میخوای قطع کنی یه جایی که نور صورتت خوب باشه تو اتاق بذار، چون دقیقاً بالا سر نمیتونی عقب تر بری. بذاری جای گوشی رو عوض بکنم. آه الان بهتر شد. آره بهتر شد، خیلی بهتر شد. اصلا چهرتون یه اگه بتونی ثابتش هم بکنی. آره آره باید بگیرم دستم. خب خیلی عذیت میشه، یه ساعت باید بگیری دست تو دیگه چی کارش کنیم. یه کاشتم هیچ جوری نمیشه، هیچ جوری نمیتونی بذاری، باید خیلی تغییرات بدم. میخوای من یه چیزی در مورد ریمپینگ به بچه ها توضیح بدم برگردیم؟ الان این زاویه خیلی خوبه، زاویه که هستی دیوار آبی پشتم خوبه. خیلی خب همینجا نگه من یه توضیح در مورد ریم آخه دست درد میگیره،
چجوری میخوای یه ساعت اینجا نگه داری؟ هیچ جوری نمیتونی نگهش داری؟ بس پس این میز جلوم جابجا کنم، پس من یه میخوای جابجایی کنم قطع دوباره بیم. کن؟ آره آره باشه آره باشه آره بیا من باشه دوباره بفهمم، به بچه هم توضیح بدم که در باشه مورد چی باشه صحبت میکنیم. باشه خدا. خب دوباره برمیگردیم به حمید. ما میخوایم در مورد ریمپینگ صحبت کنیم، چیزی که الان خیلی از مردم در موردش سوال دارن. خب ریمپینگ چیه؟ با تغییراتی که تو بعضی از پارامترها تو الگوریتم ECU و تو برنامه ECU رایانه موتور میشه داد و میدن، برخی از اتفاقات خود رو میفته. میتونیم قدرت مثلا میگم میتونیم قدرت موتور رو ببریم بالاتر، میتونیم مصرفش رو بیاریم پایین تر، یا میتونیم از نظر آلایندگی خودرو رو به شرط بهتری برسونیم. اتفاقی که میفته اینه که وقتی شما خودرو رو از کارخونه تحویل میگیرین، خیلی موقع خودرویی که از کارخونه تحویل میگیرین برای شرایط آب و هوایی خاص برنامه ECUش نوشته شده و خیلی ها میان بر اساس اون محیطی که زندگی میکنن یه تغییراتی، یه برنامه‌ریزی مجددی رو به ECU موتور میدن. مثلا ممکنه پاشش تغییر کنه، زمان جرقه زنی تغییر کنه و امثال این، و این باعث میشه که قدرت موتور بره بالاتر و موتور کشی بیشتری داشته باشه. حالا اگه این کار اشتباه انجام بشه و پارامترهای موتور غلط تغییر کنن، مثلا پاشش سوخت یا مثلا جرقه، ممکنه فاجعه به بار بیاره و موتور خودرو شما داغون بشه یا استهلاکش خیلی بره بالا یا آلودگیش خیلی بره بالا. این کار باید اصولی انجام بشه و حالا میخوایم در مورد این با حمید صحبت کنیم که اگر تیونینگ خودرو و یا ریمپینگ خودرو، تغییر برنامه ECU خودرو درست انجام بشه، چه اتفاقی میفته و تا چه حدی میتونیم با تغییر تو ECU خودرو قدرت خودرو رو افزایش بدیم، کشش خودرو رو بیشتر کنیم و از این صحبت ها. حالا در مورد موتورهای پرکاربرد مثل موتور پرای، تیبا، انواع موتورهای سمند و پژو هم صحبت میکنیم که کدومشون شرایط بهتری دارن و کدومشون میشه که با ریمپینگ بازده بهتری ازشون گرفت. من دقیقه تا حمید برگره کامنت های شما رو باز میکنم، تا اگه کسی سوالی داره من اینجا بنویسم. هنوز کسی سوالی نداره. سلام سلام. تا قبل از اینکه حمید بهمون برگرده توضیح میدم در مورد ECU خودرو. ببینید خود ECU خودرو هم باید توان اینو داشته باشیم و بتونیم تغییرات بدیم. بعضی از ECU ها انقدر قدیمی هن که نمیشه این کارا رو روشون کرد. خب حمید عالی شد. خب سلام مجدد. خیر خب هستیم در خدمت. قربونت. صدا که افیک موبایلی پخش نمیشه دیگه مثل دفعه قبلی برگرد. نه 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 اوکی انسویری بست. عالی. خب من با اجازه دوستان سوالات رو میبندم تا انتهای مسابقه که باز کنیم، اگه وقتی بود که سوالات بپرسیم. امیدوارم بحثمون خوب پیش بره. خب آقای کلهر توضیح دادن به همون که چطوری شد وارد کار تیونینگ شدن و چطوری وارد کار مپینگ شدن. من یه توضیح خیلی مختصری میدم در مورد خانواده کلهر. خانواده هستن که چند تا داداشن و علی داداش اصلی، نه داداش اصلی بوده که وارد این کار شده. اولی تعمیرگاه خود رو میزنه، بعد این تعمیرگاه رو گسترش میده، رو خودروهای آمریکایی کار میکنه، یواش یواش وارد مسابقات میشه، بر اساس استعداد ذاتی که داشته و بعد تحقیقاتی که میکنه همراه برادر دیگش بهمن روی خودروهای مسابقه ای کار میکنن و قوی ترین خودروهای پیست اتومبیلرانی ایران میسازن. بعد که یواش یواش خودروهای انژکتوری میاد، میبینن که در زمینه ECU احتیاج دارن که کار کنن و ECU خودرو رو تغییر برنامه بدن. به خاطر همین برادر کوچیک‌تر که حمید بوده رو میفرستن تا دوره‌اش رو توی شرکت استرالیایی ببینه و بعد حمید برمیگرده و تقریبا میشه گفتش که حمید جز اولین کسانی هستش که تو ایران هم علم مکانیک رو داره و هم علم تغییر در الگوریتم موتور رو. به خاطر همین الان می‌خوایم باهاش صحبت کنیم، ببینیم که داستان از کجا شروع شد. فکر کنم داستان از اون پرایده شروع شد. بله، بعد از اینکه ما به قول معروف برگشتیم و روی ماشین خودرویی مسابقه کار کردیم، خب ECU adjustable
داستانهای خاص خودش رو داره، تغییرات خاص خودش رو داره و به قول معروف سال 92 که این دوست ما که شروع خواست بکنه مسابقات رو، به خاطر اینکه از لحاظ هزینه‌ای و سطح مهارت کلاس پراید اختصاصی مناسب بود برای این دوستمون، البته خودش هم خیلی دوست داشت این کلاس رو، پراید رو خریداری کرد اتاق 111 رو، ولی خب اون زمان موتور اصطلاحا موتور یورو 2 بود و اواخر سال 93 که پراید 151 که همین پرایدهای وانتوریت شد با موتورهای M13 یورو 4 وارد بازار شد، که حالا چون این دوستمون مشغله کاریش هم یه مقدار زیاد بود، یکم کار به تعویق افتاد، یکی دو تا مسابقه با همون ماشین یورو 2 وایساد، خب دید از پسش هم برمیاد و شوق هزینش رو هم داشت، که دیگه آخرای سال 93 بود ما موتور یورو 4 رو بستیم روی این ماشین با ECU خودش، یعنی با همون ECU یورو 4 که حالا بردش برای شرکت زیمنس بود، ولی خب تو کروز تولید میشد شرکت کروز. بعد دسترسی به این ECU خیلی سخت بود چون به صورت OEM یا کارخونه های سازنده وقتی ECU وارد بازار میشه، شما از طریق پورت OBD فقط میتونید دیاگنوستیک کنید یا همون ABAB بکنید خودرو رو، دسترسی به جدول های مپ این خودرو وجود نداشت. که حالا ما با رایزنی هایی که با شرکت مگا موتور کردیم، با تیم کالیبراسیونشون صحبت کردیم، گفتیم هدف از کار چی هست و این عنوان کمک کردن و دستگاهشون رو که ما میخواستیم در اختیار ما قرار دادن. یه دستگاه آلمانی به اسم ایتاس بود، ما با این دستگاه دو سه روزی ور رفتیم و به قول معروف بالاخره دسترسی پیدا کردیم به جدول های مپ ماشین، که خب تغییرات دادیم و خیلی نتیجه خوبی هم گرفتیم و این یه جورایی میشه گفت آغاز ریمپ OEM به قول معروف ماشین های داخلی شد. خب بریم سراغ همین پرایدی که در موردش صحبت کردیم. شما اگه پرایدو بخوای برنامه ECU تغییر بدی و ریمپش کنی و زیادم تو قطعات موتور دستکاری نکنی، نهایت به چه قدرتی میتونی برسی و تا الان هم رسیدی؟ ببینید قطعات، خب ببینید بحث پیست با مصرف شهری خیلی فرق میکنه. شما برای پیست، مخصوصا برای این کلاسی که حالا ما براش ماشین آماده کردیم، یه سری تغییرات رو مجازیم، ولی خب روی خود موتور خود پراید با قطعات خود پراید، حتی از لحاظ حجمی هم شما محدودیت داری و حتما باید همه چیز مال خودش باشه. خب با تغییراتی که دادیم روی همین موتور M13 تقریبا ماشین رو به 86 از سر چرخ رسوندیم، که اگه اینو بخوایم معادل پشت فراویلش رو حساب بکنیم حدودا نزدیک 100 اسب بخار افزایش توان داشته. خب الان اگر به شما یک تیبا رو بدن و بگن که این تیبا رو فقط با ریمپینگ قدرتش رو ببری بالا بدون این که به موتور آسیب برسه، تا چه حد میتونی قدرتش رو ببری بالا؟ ببین از لحاظ مپینگ شما به متغیر مثلا میانگین از 5 تا 10 اسب بخار روی چرخ شما میتونید روی ماشین حساب بکنید، حالا بستگی به خود اون ذات موتورش هم دار که این موتور تا چقدر میتونه افیشنس باشه یا مثلا به قول معروف بهینه کار بکنه. خب اگر به شما یه تیبا رو بدن بگن که میتونید روی میل بادامکش کار کنی، میتونید روی تعداد سوپاپاش کار کنی، میتونید توربو بذاری روش و میتونید ریمپش کنی، و این به صورت کارخونه ای هم باشه، یعنی چیزی نباشه که بله. برای مسابقه منظورم نیست، برای تو خیلی بله. چقدر میتونی ازش قدرت بگیری؟ ببینید موتور تیبا چون نیموتورش نیموتور ریو هست با یه سری تغییرات توی پیستون، یعنی با همون تکنولوژی فقط یه سری آلیاژ و تغییر توی ساختار پیستون صورت گرفته، یکم بهتر شده به لحاظ تراکم و نوع جنس رینگش، یکم بهتر از ریو به قول معروف شده، ولی از لحاظ سرسیلند واقعا مشکل داره چون سرسیلند 8 سوپاپ اون توانی رو که باید ایجاد بکنه نمیکنه، چه از لحاظ مصرف سوختی چه از لحاظ توانی کلا به مشکل برمیخوره.
اگر به من باشه که من سرسیدن شو همون 16 سوراخ میکنم، اگر واقعا کمپانی بتونه حمایت بکنه حتما میسوراخ متغیر روش استفاده میشه، اگر باز بتونه مثلا یاری بکنه توربوشارژ هم اضافه بشه یه سی هولوش 160 تا 170 اسب بخار راحت میشه از این موتور قدرت گرفت پشت فراری. خب الان کاری که سایپا کرده توی خودروی شاهین فقط اومده یه دونه توربو گذاشته رو همون موتور تیبا و به قدرت 108 دست بخار رسوندتش. اگر شما بدون توربو بخواید قدرت اینو ببرین بالا فقط با 16 سوپاپ کردن و سوپاپ متغیر به نظرتون تا چقدر جا داره؟ با سوپاپ متغیر و سر سیلند 16 سوپاپ به راحتی 115 تا 120 از راحت و تمام. با ریمپ داریم یا بدون ریمپ؟ یعنی ریمپش کنی به صد. ببینید شما وقتی صحبت از کارخونه میکنی تمام المانش مد نظر قرار گرفته میشه، حتی تیم کالیبراسیونی که روش کار میکنه خب به لحاظ ساختاری راحت میتونه روی این قضیه مانور بده، چون میگم نیم موتورش پتانسیل این رو داره که این حجم قدرت رو تولید بکنه. خب اگه تو محصولات ایران خودرو کدوم محصول بیشتر از همه قابلیت ریمپ شدن رو داره و چرا؟ ایران خود رو موتورای EF7ش به لحاظ این که میسوراخ متغیر رو داره، این میگم اینقدر صحبت از میسوراخ متغیر میشه فقط به خاطر اینه که چون اکثر موتورهای روزی که در حال حاضر تو کمپانی‌های مختلف دنیا دارن تولید میشن از این تکنولوژی بی بهره نیستن، یعنی به جز این تو یه سری از موتورهای نیسان که تو همین یکی دو سال اخیر تولید شده حتی کمپرشن ریشیو متغیر دارن، یعنی یه میلنگ هم از پایین هست حتی نسبت تراکم رو هم متغیر کردن که این واقعا یه تکنولوژی بسیار جالبه که اصلا یعنی حیرت انگیزه واقعا. خب وقتی همچین چیزهایی هست داره تولید میشه خب به تبع عملکرد موتور قدرت بهتر همه اینا رو رو به بهبود میبره، واسه همین میگم میسوراخ متغیر چون قابلیت های زیادی داره مانور زیادی روی کالیبراسیونش میشه کرد به خاطر اینکه بتونی توان بهتر بگیری. EF7 هم چون این خاصیت رو داره به نظر من بهترین گزینه است. خب چه اتفاقی میفته وقتی که زمان بندی سوپاپ متغیر؟ شما چی کار میتونید توی این اپ؟ ببینید یه بخشش مکانیکی از اون از طریق اون سولینویدی که طراحی میشه فشار روغن میاد میسوپاپ رو روی یک درجه روی یه آر پی ام مشخصی به قول معروف رو به ادوانس تایمینگ میبره، یکم توان بهتری رو تولید میکنه. خب شما مثلا روی دورای خاص بر اساس اون زوایایی که میسوپاپ داره و اون، حالا بحث خیلی نمیخوام تخصصی بکنم چون بخوام واردش بشم انقدر بحث تخصصی میشه شاید درکش برای عام یکم سخت باشه. این میسوراخ متغیر چون روی دور خاص مثلا زاویه باز و بسته شدن سوپاپ رو هم تغییر میده به تبع توان بهتری رو تولید میکنه تا اینکه یه میسوپاپ تو جای خودش ثابت به حالت نرمال بچرخه. خب تو محصولات ایران خودرو اگر بخوای یه موتور رو تیونینگ کنی بین مثلا موتور XU7، موتور EF7 و موتور TU5، به نظرت کدوم یکی قابلیت بیشتری داره برای تیونینگ شدن؟ کدوم موتور قابلیت بیشتری داره برای ریمپ شدن؟ میشه توضیحی بدی؟ ببینید اگه تمام لوازم رو یک نواخت به نظر بگیریم، چون الان موتور TU5 اینقدر براش لوازم هست به صورت مودیفای شده که شاید مثلا بهترین گزینه در حال حاضر برای تغییرات باشه، ولی خب اگر همون میزان لوازم رو ما برای دوتا موتور دیگه هم در نظر بگیریم به نظر من باز EF7 از همه اونا سر داره، فقط صرفا به خاطر همین که بیسوا متغیر. اون وقت از نظر استحکام چطور؟ از نظر استحکامی که ما بتونیم اعتماد کنیم که مثلا قدرتی که داریم افزایش میدیم به قطعات موتور کمتر آسیب وارد بشه، کدوم موتور بهتره؟ توی محصولات ایران خود رو TU5 به لحاظ اینکه سیلندرش چودن هست، البته XU7 هم چودنه، چودنه بکنه چودن باشه ولی خب بوش داره دیگه. آره از این بوشای نسل جدید توشه، اونا البته خب مثل سری XU7ش نیست. به تبع خب سیلندرش چودن تحمل بیشتری رو داره برای مودیفای شدن یا تغییرات دادن، واسه همین به نظر من
اگه بخوایم از لحاظ دوامی حساب بکنیم، تیر 5 دوامش از X27 و EF7 بیشتر. خب ولی از نظر قدرت مانور برای تیونینگ EF7 از لحاظ، بله از لحاظ پاور گرفتن EF7 قابلیت بیشتری داره. خب شما تا الان توی، حالا فکر کنیم میخوایم فقط یه ریمپ بزنیم، با یه ریمپ کردن یه EF7 قدرتش به چقدر میرسه، یه TU5 قدرتش به چقدر میرسه، و تا الان تونستیم به چه قدرتی برسیم؟ ببینید اینا رو ما چون به کرات انجام دادیم و بعضا هم انجام میدیم، خب خیلی هاشون اونایی که خیلی حساس باشن روی داینا حتما کالیبر میشن، اونایی هم که فقط میخوان در حد مثلا یه تغییرات جزئی انجام بشه احتیاجی به داینو نداره. البته این که میگم احتیاجی به داینو نداره، یه سری ابزار خاص خودشون میخواد و همین شکلی نمیشه لپتاپ رو وصل بکنی، ابزارت رو وصل بکنی و شروع کنی عدد تغییر بدن. چون بعضا الان خیلی ها رو میبینم مثلا فقط دارن این کار رو انجام میدن و چه صدمه هایی که به موتوراژ به قول معروف مردم وارد نمیکنه. بعضا دیدم من مثلا طرف کاتاف رو کلا حذف میکنه و اون بنده خدایی که داره استفاده میکنه، چون محدود نمیشه اون دور موتورش و تا جایی که جا داره موتور دور میخوره صدمه سنگین وارد میشه، شاتون به قول معروف با سیلند اصابت میکنه، سیلند رو میشکونه، هزینه های سنگین رو دست مردم میذاره. ولی خب به لحاظ قدرتی بخوای حساب بکنی، مثلا یه ماشین تیو 5 رو در نظر بگیریم، تو حالت استانداردش روی داینو توان 84 تا 86 هست بخار سر چرخ میده که این توان پشت فراری دستی اولوش 109 تا 110 هست به بخار طبق اعلامی خود کارخونه، که این اطلاف نیرو هم فقط به واسطه این که چون از پشت فراویل وارد جعبه دنده و بعد پلاسا و بعد چرخ میشه، این اطلاف نیرو رو ما داریم. و این قدرت با تغییراتی که روی ریمپ انجام میشه میتونه تا 91 تا 94 اسب بخار متغیر باز برسه. خب برای EF7 چطور؟ برای EF7 تغییری که ما دادیم فکر میکنم آخرین دفعه 97 اسب، 98 اسب بخار قدرت. خب پس اگه بخواد به طور خلاصه بخوایم بگیم، حتی خودت توضیح بدی باز بهتر، چون خیلی طولانی توضیح دادی در حد مثلا 20 ثانیه. اگه به طور خلاصه بخوایم بگیم، یه موتور EF7 رو میشه به سر چرخ 97 تا 98 اسب بخار قدرتش رسوند، ولی یه دونه TU5 رو به 91 تا 92، درسته؟ 91 تا 93 متغیر باز بستگی به خود انجین. حالا اگه بخوای کوتاه یه بار دیگه توضیح بدی برای اینکه کسایی که الان اومدن بشنون این قضیه رو، چقدر میشه از TU5 گرفت، چقدر میشه از EF7 گرفت؟ به صورت فابریک دست نخوری، یعنی قطعات داخل موتور تغییر نکنه و همون شکلی، چون TU5 مثلا دو مدل داره، یه مدلش هست مثلا با پیستون یکم تراکم بالاتر که حالا توی تیپ 4 و تیپ بیشتر شوی تیپ 4 نسل قدیم بود، و یه سری ماشین های گاسوس که حالا یکم تراکم موتور بالاتر بود. اینها تا 94 میشه ارتقا پیدا کنه، ولی مثلا موتورهای معمولیش با پیستون های معمول تر اونا بین 91 تا 92 اسب بخار ارتقا پیدا میکنه سر چرخ. ولی موتور EF7 به لحاظ همون قابلیت وریبل برتمی یا همون میسوا متغیرش، اینو تا 98 اسب بخار ما میتونستیم ازش قدرت بگیریم و گرفتیم. خب چون دوستان یکی در مورد XU7 پرسیده بود، در مورد موتور XU7 چطور؟ ببینید XU7 کلن موتور ضعیفیه به لحاظ اینکه طراحیش خیلی قدیمی‌تر هستش، و اینکه باز XU7 هم چند مدل داره که حالا مدل ساده ترش وارد ایران شد، حتی اون چند مدلش هم به XU10 ختم میشه که حالا سرسیلندش و میسواش باز فرق میکنه، که حالا اینا رو با هم تاکید میکنن که میتونن یه قدرت خوب ازش بگیرن. ولی خب تغییری که من روی موتور XU7 دادم، ما اینو تونستیم ازش فکر میکنم 77 هست به بخواه قدرت بگیر، که برای اتفاقا مسابقات ریس هم بود، که البته موتور سر حالش تا 81 یا 82 اسب هم رسید. خب این الان سر چرخه، به نظر پشت فلایویل چقدر بوده؟ پشت فلایویل ببینید سی هولوش 15 تا 20 اسب بخار باز بستگی به خود موتور داره ارتقا پیدا کنه، یعنی مثلا یه موتور 80 اسبی روی دانه سر چرخه تقریبا شما 100 اسب روی فلایویل در نظر.
خب البته بعد اینم در نظر بگیم که این کار با X7 بکنیم احتمالاً استهلاکش هم خیلی میره بالا، همینجوری خیلی استهلاکش خیلی میخواد. بالا هست. به خاطر اینکه این است، چون سیلندشون آلومینیومیه و بش توی سیلند هست و بیشترین سطح تماس آب با واشر سر سیلند رو توی موتورهای X7 و TUT می‌بینیم که اینا بیسشون دقیقا اینه. توی EF7 چطور؟ EF7 به خاطر اینکه بوش توی سیلند تزریق شده و محفظه‌ای که توی آب قرار میگیره به صورت منافذی که ایجاد شده سطح تماس آبش خیلی کم شده و واشر سر سیلنداشون هم جنسشون فرق میکنه. EF7 واشر سر سیلنداشون فلزیه، ولی XU7 واشر سر سیلنداشون ترکیبی از کاغذ و آهن و سری متریال خاص خودشه. خب حالا ایران خودرویا این رو که صحبت میگم کردیم، کاغذ، منظورم جنس کاغذی، حالا خود اون دقیقا متریال کاغذش نیست. خب حالا الان دوستان یه بوی داستان درست میکنم. خب بریم سراغ این که در مورد ایران خودرویا صحبت کردیم، در مورد سایپا هم یک نگاه کوتاهی کردیم به پراید تیبا. اگر از ایران خودرویی ها همون جوری که شما گفتین EF7 که بهترین قابلیت برای تیونینگ شدن و ریمپ شدن دارن رو برداریم، یعنی از ایران خودرو ما EF7 رو انتخاب کنیم که بهترین هست در زمینه ریمپینگ و بریم توی موتورهای سایپا که دیگه همشون تقریبا پرایدن دیگه، یعنی بیس پرایده، بله موتور بله تیبا رو انتخاب کنیم، کدومشون قابلیت بیشتری دارن برای ریمپ شدن؟ یعنی در نظر بگیم که میخوایم توربو بزنیم روشون 16 سوپاپشون کنیم و موتور تیبا هم به یه حد کمال برسونیم دیگه، یعنی هم 16 سوپاپ باشه هم سوپاپ متغیر باشه، فرض میکنیم سایپا که این کارا رو نکردن، توربو بله شارژ هم باشه، یه F7 توربو داریم، یه دونه موتور تیبا یه توربو 16 سوپاپ، بله 16 سوپاپ کدومش بهتر میتونیم نتیجه بگیریم؟ ببین، به لحاظ قدرتی باز ممکنه اینجا اختلاف حجم سیلندرها یکم باز به قول معروف تعویض خواهد بشه بین این دو، که باز به نظر من از لحاظ حجمی EF7 یکم قدرت بهتری شاید بده، ولی به لحاظ استهلاک به نظر من موتور تیبا خیلی استهلاکش کمتر از موتور EF7 خواهد. چرا فکر میکنی موتور تیبا استهلاکی کمتری داره نسبت به EF7؟ اگر به دوتاشون خاطر ریمپ بشن، اگر دوتاشون 16 سوپاپ باشن چون میدونیم تیبا نیست، و اگر دوتاشون توربو باشن. به لحاظ سیلندر تیبا که چون چدن هست و طراحی موتورش رو دقیقا از روی ریو کپی کردن، خب ریو هم توی این چند سال ما واقعا دیدیم یه موتوریه که واقعا استهلاکش پایین نسبت به موتور ایرسن، ولی خب ایرسن به لحاظ طراحی که داره، حالا اون اول ماژولش، حالا طراحی ریزو درشتی که توش هست، به لحاظ استهلاک خب واقعا با هم قابل مقایسه نیست. البته بماند که رسیدگی خود صاحب ماشین به ماشین شرط خیلی مهمی، ما داریم خیلی آدمایی که اصلا به ماشین رسیدگی نمیکنن، توقع دارن که مثلا هر روز سوار میشن برن مثلا نه آبش رو چک بکنن نه روغن رو چک بکنن، میره تا جایی که وایس. خب حالا ببینید الان سایپا یه خودرویی داره، یعنی یه موتوری داره که از نظر استخون بندی موتور بهتری اگه روش کار بکنن، یعنی اگه 16 سوپاپش کنن، سوپاپ متغیرش کنن، یه ریمپ درست کنن، درست میگم نسبت بله به EF7؟ دقیقا هم خب فکر کن هر کدوم از این دوتا رو بهت دادن، یه دونه EF7 بهت دادن گفتن ریمپش کن، یه دونه موتور تیبا هم دادن گفتن تقویتش کن، درست. کدوم یکیشون شرایط بهتری پیدا میکنن؟ ببین میگم، باز بحث دوام و استهلاکش هست. به نظر من موتور تیبا چون دوام بیشتری خواهد داشت و نسبتاً قطعاتی که استفاده میشه درونش یکم به نظر من از لحاظ طراحی موتور شاید یه جاهایی بشه بهتر از EF7 ازش قدرت گرفت، اگر شرایط ایدئال باشه. توی موتورهای دیگه سایپا چطور؟ در مورد Z24، Z24 رو با ریمپینگ میشه به کجا رسوند؟ ببینید، همه ماشینا قابلیت ریمپ شدن دارن، یعنی حتی ماشینایی که الان جدید دارن تولید میشن، عرض میکنم خدمت اینا، هر کدوم از این موتورها به لحاظ، میگم چون خود کارخونه رو سیستم امیشن خیلی تاکید داره و چون امیشن مد نظرش هست، اینا رو به ناچار طبق سیاست کاری خودش مجبوره تا اونجایی که اون شرایط رو برای پاس کردن اون
امیشن حالا یورو 4 هست یورو 5 هست که حالا الان وارد یورو 5 شدن محصولات داخلمون، اینا واقعا شرایط رو براشون سخت میکنن، به ناچار نمیتونن خیلی از اون پتانسیل واقعی موتور استفاده بکنن، مجبورن توی کالیبراسیونشون یه سری مسائل رو رعایت بکنن که به قول معروف شاید برای مردم عادی اصلا این چیزا مطرح هم نباشه خیلی، ولی خب به لحاظ قدرت گرفتن یا استفاده بهتر کردن از موتور، خب اینا میتونن پاور بهتری از تمام موتورهایی که تولید میکنن بگیرن. به خاطر همین هست که الان مثلا شما یه ماشین رو از کمپانی میگیری میاد با یه ریمک کردن میتونه قدرت بهتر بگیری. خب دوباره برمیگردم به سوال قبلی، زد 24 دادن دست دادن یه ریمک بهش کن چقدر جا داره؟ ببینید اینم به نظر من بین همون 5 تا 10 است به بخار بود، بستگی به ماشین، یعنی بستگی به خود ذات انجین. این که میگم ذات انجین چون انجین هایی که تو خود کمپانی حتی جمع میشن بعضا خیلی شده، خیلی تست شده که مثلا یه موتور با یه موتور دیگه کاملا زمین تا آسمون تفاوت قدرت داره، واسه همین خیلی هم هست. توی مردم عادی هم شما نگاه کنید ببینید میگه من فلان ماشین از کمپانی گرفتم اصلا راه نمیره تنبله، ولی یکی دیگه میاد میگه من اینو گرفتم چقدر خوب راه میره، کاملا واضحه این هست. خب واسه همین این تولرانسر رو ما داریم. خب فکر کن زد 24 دادن دسته گفتن که از نظر سوپاب و از نظر تغییر متغیر سوپاب و توربو کردن هم دستت بازه، فکر میکنی زد 24 95 اسبی تا چقدر بتونی ببری بالا به صورتی که موتور استهلاکش عجیب غریب بالا نره یا استهلاکش بالا نره؟ ببینید این چون زد 24 روی نیسان وانتا است درسته؟ بله. یه نیسان وانت خب چون ماشینیه که خیلی ازش کار میکشن، اینا شما نمیتونی خیلی مانور آنچنانی نه نه منظورم خود موتور ها، خود موتور رو برداری درست کنی میخوای بذاری یه ماشین دیگه تو فکر کن. خب خود موتور رو دارم میگم. بله اونم تقریبا همون رنج هورس پاوری 170 تا 180 است داره رو. با این تغییرات اگر مجاز باشی روش انجام، یعنی اگه ما توربو بذاریم روی اون موتور سرسن 16 شباب نسوا متغیر رو جفتش، یعنی هم دور هم بنز. خب و از یه طرف دیگه هم بیایم ریمپش کنیم تا 170 از بخار توی اون موتور خیلی، چون گشتاورش رو داره فکر میکنم رو 1700 ماکسیمومش رو میدارم دقیق یادم نیست میکنم. بله خب چون دور پایین هم کار میکنه واسه همین سایز توربوش خیلی مهمه، حالا ریزکاری های خاص خودش رو داره ولی در مجموع میشه یه همچی توانی گرفت. میدونی من چرا این سوال ازت پرسیدم؟ به خاطر اینکه این Z24 یک موتوریه که سایپا داره، یعنی بیس موتور موتور خوبیه که تبدیل میشه به یک موتور روز با این تغییراتی که گفتیم الان با هم بحثش کردیم و میتونه که سایپا توی خودروی استفاده کنه مثل یه شاسی بلند روز بسازه و بگه من موتور ندارم موتورشو داره و این موتور از خیلی از موتورهای چینی که الان تو بازار هستن بهتر میشه. یعنی ما یه موتور گردن کلوف داریم با قدرت 170-180 اسب بخار، در نظر بگیریم که این ماشین گشتاورش داره رو دور 1700 ماکسیمومش رو میده و اگه اون موقع برسیم فکر کنم گشتاورش هم فکر کنم تا راحت 270-180 تا بتونیم ببریم بالا. بله راحت نه. بعد خب. چیزی که هستش الان پژو 2008 تقریبا میشه گفت پلتفرم انجینش TU5 هست، با همین تغییراتی که داده توربو شارژش کرده با همون حجم 1600 با طراحی روزش این خودرو فکر میکنم به سندتش به قدرش 165 یا 170 است. بله تو 2008 هم داشتیم این موتور، البته یه سری تغییرات زیادی روش داده ولی بیس موتور همونه. ولی بیس خب بریم خب ما بریم در مورد راجع به همین بیس یکی و تغییراتی که داریم میگیم صحبت. آره آخه وقتی میریم سراغ خودروسازهای داخلی و ازش میپرسیم که چرا این کارا رو نمی‌کنین میگن موتور نداریم، در صورتی که موتور دارن، یعنی پایه رو دارن فقط باید کار کنن. همین الان در مورد تیبا که با هم بحث کردیم سایپای موتوری داره به اسم تیبا که حالا از برگریم از فورد واقعا اومده این موتور و موتور خیلی پایه خوبی داره فورد مزدا اومده و میتونه با 2000 سوپاپ کردنش با 16 ببخشید با 16 سوپاپ کردنش و با تغییر متغیر سوپاپ و با افزایش قدرتی که میتونه توسط ریمپینگ اتفاق بیفته موتور میتونه تا 167 دست بخار بده و این موتور خیلی گردن کلفت میشه ولی این کارو انجام نمیدن. خب بریم سر بحثی که دوستان داشتن از ما میپرسن. یکی از ما پرسیده که این دوستان سوال دارن میگن خودرویی که ما توی تهران ریمپش کردیم بردیم شمال و ماشین مشکل خورده چرا؟
ببینید، به خاطر اینکه شرایط آب و هوایی منطقه واقعا روی ریمه تاثیر میذاره. ما مهمترین قضیهش همون فشار اتمسفریه که داریم. اختلاف فشار اتمسفری که تهران با شمال داره، ما اینجا در حال حاضر فکر میکنم اگه اشتباه نکنم منفی 13 کیلو پاسکال فشار داریم، ولی روی شمال این فشار به صفر نیست، یعنی تقریبا سی لول بهترین حالتش. خب ماشینی که اینجا تیون میشه با شرایط اینجا ستاپ میشه، خب اونجا قطعا به مشکل خواهد خورد و این از لحاظ غلظت سوختی به مشکل میخوره و ماشین اون توانی رو که باید بده نمیده. حالا بماند که کیفیت بنزین بعضا تو شمال کشور همه دست شاکی هم میگن، نمیدونم همیشه مشکل داریم و اینا. خب این مسئله هم واقعا مسئله بزرگیه که حالا توی بحث کیفیت بنزین همه باهاش دارن دست و پنجه نرم. خب ولی اصلت برم... اصلیش اینه که شرایط محیطی توی هر منطقه با هم فرق می‌کنه، یعنی هر کسی میخواد هر کاری رو ماشینش بکنه نسبت به محیط خودش بعد انجام ده. فشار هوا، غلظت هوا، میزان رطوبت، عرضم به خدمت شما، همه اینا روی ریمپ تاثیر می‌ذاره. خب ریمپ اصولی با ریمپ غیر اصولی چه فرقی میکنه و چه آسیبی میتونه به خود رو بزنه؟ بعد خودروهایی که غیر اصولی ریمپ میشن، خب صدمات خیلی زیادی بهشون وارد میشه، میتونه حتی به نابودی موتور بکشه. بعضا دیده شده یا بیش از اندازه ایگنیشن ادوانس میدن، بیش از اندازه سوخت اضافه وارد ماشین میکنن، کاتاف فر میدارن، همه اینا باعث میشه که ماشین به مرور موتورش از بین بره. ولی موتوری که توی شرایط ایدئال با دستگاه درست از طریق آدم درستش ریمپ میشه، خب به صورت مصرف روزانه خیلی میتونه لذت بخش هم باشه و از لحاظ استهلاکی حتی اون ماشین رو کیلومترها جلو بندازه. چرا؟ در مورد استهلاک میپرسم. به خاطر اینکه شما موتور رو توی بهینه ترین حالتش میرسونید از لحاظ نسبت هوا به سوخت که پایه اولیه ریمپ هست، یعنی شما باید بدونی که مثلا میزان غلظتی که سوخت این ماشین باید بهش برسه چه عددی هست و چه شکلی باید این رو انجامش بدین. حتما باید روی دستگاه داینو، یا اگر دستگاه داینو در دسترستون نیست، باید از طریق سنسورهایی که نسبت هوا به سوخت رو میسنجن یا اسیلوسکوپایی که به کوئل ماشین وصل میشن میزان ایگنیشن ادوانس رو میتونیم بگیریم ازش. اینا با این دستگاه ها باید حتما به قول معروف انجام بشه که بهترین نتیجه رو بتونن بگیرن. خب میپرسن که وقتی که کارخونه این خودرو رو و ECUش رو تنظیم کرده، چه لزومی داره که ما بیاییم دستکاری کنیم؟ آیا کارخونه نمیدونسته که میتونه با تغییر بهینه توی پارامترهای موتور میتونه به جواب بهتری برسه؟ چون الان شما گفتین که اگه ما این پارامترها رو تغییر بدیم میتونیم قدرت بهتر بگیریم و حتی استهلاک ماشین هم کمتر کنیم. من گفتم روی بحث امیشن کارخونه همیشه اولویت اولشون همین بحث امیشن هست، یعنی اصلا شاید آلودگی که آره روی بحث آلودگی به قول معروف مانور دارن، شاید روی توان ماشین مانور نشاشن، واسه همین خیلی از پارامتر رو شاید اصلا به سادگی از کنارش بگذارن، نه اینکه نخوان یا نه اینکه نتونن، ولی خب سیاست کاریشون برای اینه که فقط روی سیستم آلایندگی کار کنن. یعنی کارخونه ها خیلی از پارامترها رو فدا میکنن، مثل مصرف سوخت، حتی مثل قدرت موتور و استهلاک رو، برای اینکه به اون استاندارد آلایندگی برسن، درسته؟ دقیقا، چون تو اکثر ماشین ها همین قضیه رعایت میشه، یعنی همین به همین قضیه اصلا مد نظرشون هست. یه سری از ماشین ها هستن حالا به صورت اسپورت، حالا کار ندیم تو ایران که ما خیلی شاید اصلا واردش نشن، ولی خب اینا اصلا خیلی از جاها هم حتی استفاده از این ماشین ها حتی قدغن هم هست توی اکثر جاهای دنیا، ولی خب اونا خب بحثشون جداست. ولی اکثر ماشین هایی که به صورت روزمره رو به صورت پسنجر کار بهشون میگن یا ماشین های مصرفی روزانه، اینا فقط یه نرمی رو رعایت میکنن که بتونن از لحاظ آلایندگی روی سیستم محیط زیست تأثیر مثبت بذارن و زیاد روی توان و چه بدونم مسائل دیگه زیاد کاری انجام نمیدن. خب خیلی خلاصه، فقط چون دفعه قبلی پرسیدیم و این دفعه فکر کنم ذره محجور موند، در مورد پرایدی که کار کردیم گفتیم پرایدو سر چپ به 85 اصل بخار رسوندیم با ریمپینگ. البته توضیح ندادیم که
شما یه کفتراشی هم کرده بودید، آره این درست توضیح ماشین، بده. آره این چون ما بر اساس قوانینی که از سوی فدراسیون اعلام میشه یه سری تغییرات رو مجازیم روی این ماشینا برای مسابقات انجام بدیم. مثلا توی کلاس پراید اختصاصی کفتراشی تا یه مقداریش مجاز هست، پروتکلیش روی سرسیلند مجاز هست، سیستم اگزوز آزاد هستن روش تغییرات ایجاد بکنن با همین تغییرات، ولی تمام قطعات باید برای خود پراید باشه. ارزان به خدمت شما موتور باید موتور خود کارخونه باشه، حتی قطعاتی که خود کارخونه تولید میکنه رو شما باید استفاده بکنید. ما با همه چیزهایی که موجود بود و برای خود ماشین بود به این توان رسید. خب یه نکته، برای اینکه ما بتونیم یک ریمپ اساسی رو انجام بدیم و اصولی رو انجام بدیم، حتما خود رو باید به رو داینو. ببینید بهترین حالتش اینه که شما روی داینو ستاپ بکنید و میگم اگر داینو دم دستتون نبود و دسترسی به داینو نداشتین، باید ابزارالات جهانبی داشته باشین که بتونین حداقل اطلاعاتی رو که شما لازم دارین از میزان نسبت هوا به سوخت رو حداقل بهتون بده. خب داریم تقریبا به آخرهای مصاحبه میرسیم، من یه سوالا رو باز کنم ببینم تا الان دوستان چی پرسیدن. یک پرسیده بدون ریمپ چطوری میشه توان موتور رو برد بالا؟ خیلی بحث مفصلی، الان بکنم 2 ساعت هم صحبت کنیم تمام نمیشه، خیلی راه ها وجود داره. شما بعد بازده تنفسی رو ببریم بالا، جرقه رو درست کنیم، خیلی موارد دیگه فکر نمی کنم بتونیم جواب بدیم به این سوال بدون ریمپ. این سوال دوباره پرسیدن، آیا امکان داره بعد از مدتی ریمپ از بین بره و برگرده به حالت قبلیش ECU؟ ببینید تو یه سری از ECU ها بر اساس نوع سنسوری که تعبیه میشه روی خود ماشین، یه سری دو نوع سنسور هست که یکیش واید بند هست یکیش نرو بند هست، منظورم سنسورهای اکسیژن هست. اینا طی مرور زمان یه سری کورکشن دارن، البته نه برای هر ECU که اصطلاحا بهش لانگ ترم کورکشن میگن. اینا بر اساس سنسورهایی که از طریق ایرفلومیتر یا ایرمسشون و این دو نوع سنسور با هم در تماس هستن یه مقدار کورکشن انجام میدن، ولی به این صورت نیست که کامل ریمپ برطرف بشه. اگر یعنی دست بر اساس بعضی از پارامترهای سنسور اکسیژن میاد و اصلاح میکنه دوباره اون یه ریمپ که انجام مقدار شده یه داره. مقدار یه به صورت کلی نیست، ولی تا یه درصدیش رو، اونم نه هر ECUی، روی یه سری از ECU خاص بیشترش هم بوش هست که این کار رو انجام میده، یه سری کورکشن توی لانگ ترم داره، یعنی توی دراز مدت مثلا این سری پارامترها رو تا یه درصدیش رو جبران میکنه. کدوم یکی از ECU هایی که الان تو موتورهای ایرانی هستن بیشتر قابلیت ریمپینگ دارن؟ ما الان هم زیمنس داریم هم بوش داریم، فکر کنم ساجم هم یه سری ها هستن، بله کدومشون بیشتر از بیشترش ببینید راحت ترین کار کرد و بیشتر زیمنس داره که مثلا میتونن راحت تر باش کار بکنن. بوش هم خوبه، هر کدومشون یه جور مثلا مزیت دارن، نمیشه بگی این بهتر از اون یا اون مثلا برتری داره نسبت به دستگاهاشون با هم. یه سریشون 16 یه سریشون 32 ان، کدوم قابلیت بهتری داره برای ریمپ کردن؟ ببینید خب اونی که 32 به تبع دستگاه دقیق‌تری هم لازم داره برای اینکه بتونید جدولش رو بالا پایین بکنی یا پارامتراش رو تغییر بدی، جفتش بهتر، یعنی نمیشه بگی مزیت کنم بیشتر. خب زیمنسیا روی محصولات سایپایی بیشتر کار میکنن، یه سری هم جدیدن حالا خود ایران خودم به ناچار داره ازش استفاده میکنه، ولی خب بوش پروسسورش قوی تر هست، یعنی سرعت انتقال دیتاش خیلی سریع تره. اگر بشه روی بوش بهتر، یعنی ابزارش دم دست باشه که روی بوش کار کنی، بوش بهتر جواب میده. میدونم حرفتو یه جوری ساده کنن، اینجوری که ECU هایی که 16 هستن ساده تر میشه باشون کار کرد ولی قدرت مانور 32 رو ندارن، یعنی اگه رو 32 دقیقا بتونیم کار کنیم و برنامهشون عوض کنیم از 32 خیلی بازده بهتری میتونیم بگیریم. بهتر میشه گرفت، بله. خب من باز ببینم سوال دیگه هست اگه نیست که باز کنم. از دست این آیا امید از زرزان بودیم خب البته خب این خیلی میپرسم، یکی گفته EF7 شاتونه، شاید منظورش اینه که اگه ما ریمپش کنیم به موتور خیلی آسیب برسه،
آیا شما همچین نظری رو دارین؟ ببینید میگم اگر ریمپ از راه درستش صورت بگیره حتی میتونه توی استهلاک موتور هم تاثیر مثبت داشته باشه، ولی اگر درست انجام نشه همه چیز قابل پیش بینی، یعنی همه چیز ممکن اتفاق بیفته. شما بدترین چیزی که تا حالا تو ریمپ دیدین چی بوده؟ یعنی یه ریمپ غلط چه فاجعه‌ای به بار آورده؟ بدترینش این بوده که طرف واقعا مراجعه کرد به ما، گفت من ماشینم رو بردم یه جا ریمپ کرده و اینا، دیدیم که هم ماشین یاتاقان زده بود هم دور موتورشو کلن برداشته بود، یه ذره دیگه راه میرفت کلن ماشین شاتون میزد و خب این حالت بدترین حالتشه دیگه، چی بگم. بذاریم ببینم در مورد موتور آمریکایی ازتون پرسیدن، آیا امید از در زمانی که اگر موتور آمریکایی رو ریم اپ کنیم چه اتفاقی میفته؟ داشتین موردی که این کار کرده باشین؟ ببینید موتور آمریکایی که ECU داشته باشه فعلا مراجعه نداشتیم، البته به صورت تغییرات جزئی بوده، مثلا حالا روی کراسلرات دو تا کراسلر روش کار کردیم، یه دونه موتور کوروت التیوان بوده روش کار کردیم، این همه مدل های 2014 2008 بودن، ولی خب چون ماشینا همه گذر موقت بودن روش کار آنچنانی روی ECU صورت نگرفت، ولی خب اکثر ماشین های امریکایی که در حال حاضر الان در دست دوستان هستن استفاده میکنن این همشون کاربراتورن، مگر اینکه انژکتورهایی بوده که به قول معروف تبدیل شدن از کاربراتور به انژکتور. خب در مورد موتور K4M پرسیدن، موتور تندر 90 که اگر ریمپ بشه چه اتفاقی میفته، چقدر میتونه بازدهش متفاوت بشه؟ ببینید سر چرخ این هم همه هولوش 5 تا 8 اسب بخار قابلیت ارتقا رو داره. میخوام نظر استهلاکی چطور؟ چطور موتوری هست؟ آیا با ریمپ شدن بهش آسیب وارد میشه یا نه؟ میگم اگر درست ریمپ بشه نه، حتی استهلاکش هم میتونه پایین تر هم بیاد، چون ذاتا موتور کم استهلاکیه اگر تصمیم تریمش درست به موقع عوض کنه. من چون آخرین مصاحبه هست یه سوالاتی که قبلا دوستان فرستادن رو خوندم تا جایی که میشد، الان کامنت ها رو باز کردم، دوستان یه 5 دقیقه وقت داریم که کسی اگه سوالی داره بپرسه و آیه کلبر جواب بدن. سلام سلام به همه دوستان، فعلا دوستان دارن سلام میکنن، دوستان سوالا رو بپرسید خواهش میکنم. خب تا دوستان بپرسن در مورد خودروی چینی هم پرسیدن که آیا خودروی چینی رو اگر ما ریمپ کنیم اتفاقی براشون میفته، ممکن موتور آسیب برسه؟ به موتورهای چینی حالا دو سه مدلش رو اسم نمیبرم، کلا از بیس کارخونه اینا ایراد دارن، یعنی همینجوریش راه میره موتور ایراد پیدا میکنه دیگه، ریمپش هم بکنی نور علی نور میشه، ولی خب کلا همه ماشینا قابلیت ارتقا و ریمپ شدن رو دارن، به شرطی که فقط درست ریمپ بشن، یعنی از طریق ابزار درست آدم درست به مشکل بر نخواهن. حتی تو یه سریاشون من پیشنهادم میکنم به خاطر اینکه شرایط بنزینی و آب و هوای ما انقدر خاص هست که اینا باید به صورت نرمال همشون ریمپ بشن، مثلا جک S5 توربو 1800 با اون وزن اتاق همین شکلیش با بنزین سوپر هم این ماشین ناش میکنه، خب این احتیاج داره. الان اتفاقا یک دو تا بچه ها پرسیدن، امیر حسین اتفاقا ازتون پرسید، میگه اگر ریمپ کنیم و موتور ناک بزنه، چون خیلی ها ریمپ میکنن و موتور ناک میزنه، این چه اتفاقی میفته؟ این دقیقا به خاطر همینه، یا طرف نمیتونه اون پارامتری که داره تغییر میده به چی منجر میشه، چون توی بحث ریمپ یه سری جدول ها مثلا بوش عددش برعکس جدول های دیگه است، ممکنه مثلا طرف میاد اون عدد رو زیاد کنه در صورتی که داره اون عدد رو در واقع کم میکنه، زیاد نمیشه، اینا یه سری تریک های خاص خودش داره که فقط مثلا کسی که تجربه داره و علمش رو داره میتونه بهش دسترسی پیدا کنه. اگر ماشین ریمپ بشه و ناک بکنه جدول رو اشتباهی دست داره. خب یه اتفاق دیگه که میفته خیلی موقع تو ریمپ کردن میان و فقط سوخت و افزایش میدن پاششو، این چه اتفاقی میفته؟ ببینید تا یه حد کمش نرماله، ببین میگم فقط به خاطر اینکه سیستم آلایندگی کارخونه میاد تو جایی که ماشین
CO2 پایین تولید بکنه، اون ماشین تا حد لین بودن یا رقیق بودن سوخت میبره. تا یه مقدارش مثلا ممکنه جوابگو باشه، ولی فقط باید با دستگاه نسبت هوا به سوخت سنج، حالا انگلیسیش میشه air fluoration meter، از طریق اون فقط باید تست بکنن و به عددی که باید برسن. ولی به صورت تجربی اگر کسی روی داینو یا جای دیگه مثلا تغییراتی داده باشه، اون پارامتر تو ذهنش باشه و بدون اینکه داینو ببره تنظیم کنه. دوستان انقدر جوک دارن اینجا می‌نویسن، من بعد موقع میخونم کم خندم میگیره. نکته که هستش در مورد کاتالیست، الان خیلی ها پرسیدن اگر ریمپ میکنیم بعد کاتالیست رو برداریم یا نه. اگر دنبال توان گرفتن باشم خب بردارم خیلی بهتر، ولی اگه میخوان حافظ محیط زیست باشن بر ندارم. خب در مورد ریمپ گیر بوکس میپرسن ازتون. گیر بوکس هم ببینید، این البته باید گیر بوکسش ECU داشته باشه که بتونیم ریمپ بشه. آره دقیقا، گیر بوکس های اتوماتیکی که قابلیتش رو داشته باشن، و الا هر گیر بوکسی به قول معروف ریمپ میشه و دستگاه خاص خودش رو هم میخواد، یعنی با هر دستگاهی نمیشه گیر بوکس رو ریمپ کرد. چه اتفاقی میفته اگه بتونیم یه دونه گیر بوکس رو یه ریمپ مناسب کنیم؟ کردین ببینید داده شما این کارو؟ من خودم تا حالا به شخصه این کار نکردم، ولی خب دیدم دوستان خارج از کشور، مثلا دیدم خیلی هاشون دارن کار میکنن تو این زمینه، بعضی با چند تاشون صحبت کردم میگن خب خیلی بهتر میشه، فقط در صورت اینکه شما ماشین یکم تغییر یافته باشه احتیاج به این کار پیدا میکنه. اصلا شما چه بزن، بیشتر ماشین که الان داره تولید میشه توربوشارژ هستن، اگه سایز توربو رو تغییر بدن، یه مقدار روی توان ماشین کار کرده باشن، خب روی تعویض دنده و نوع شتابگیری گیربکس هم میتونن با پارامترهاشو تغییر بدن، خب نتیجه بهتری هم میده. خب یه سری سوالی که دارن دوستان رو میپرسن ما جواب دادیم، اگه حالا بذاریم بعدن ببینید، در مورد موتورهای EF7، در مورد XU7، در مورد TU5، در مورد همه اینا توضیح دادن. تقریبا داره وقت ما تموم میشه. ممنونم که با ما همراه بودیم، ممنونم و یک کلهور از وقتی که سلامت گذاشتیم. باشین، ممنون از شما، ممنون از دوستان. خب همه شما رو به خدا میسپارم تا برنامه بعدی. خدا قربان شما، خدا نگهدار.